جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه وعده داد که قدرت را به گونه آرام به جانشین خود دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا انتقال دهد. بایدن پس از شکست کاملا هریس، نامزد مورد نظرش در انتخابات، همچنان مردم را به اتحاد تشویق کرد. مردم رأی می دهند و رهبر خود را انتخاب می کنند و این کار را به گونه صلح‌آمیز انجام می دهند. ما در یک دموکراسی به سر می بریم و اراده مردم همیشه پیروز است. یک روز قبل از بایدن، دونالد ترامپ نیز در سخنرانی پیروزیش در انتخابات، در حالی که به تغییرات واضح به سمت راست میان رای دهندگان اشاره کرد، بر اتحاد تاکید ورزید. رای دهندگانی که به او یک پیروزی راحتی را به ارمغان آوردند. آنها از هر گوشه و کنار آمدند، اتحادیه ها، غیر اتحادیه ها، امریکایی های افریقایی تبار، امریکایی های اسپانیایی تبار، امریکایی های آسیایی تبار، امریکایی های عرب تبار، مسلمانان امریکایی، ما همه را داشتیم و خیلی زیبا بود. این یک انسجام مجدد تاریخی بود که شهروندان را به هر پیشینه در اطراف یک هسته مشترک عقل سلیم متحد کرد. 4 سال قبل ترامپ شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری در برابر بایدن نپذیرفت و نظارگر یک گروه خشمگین از هوادارانش بود که حین تایید نتایج انتخابات سال 2020 توسط قانونگذاران در 6 جنوری بر ساختمان کنگره هجوم بردند. بایدن روز پنجشنبه 7 نوامبر یک تفاوت را ترسیم کرد. ما انتخاب کشور را میپذیریم. بارها گفتم نمیتوانید تنها در زمان پیروزی کشورتان را دوست داشته باشید. نمیتوانید همسایه‌تان را زمان دوست داشته باشید که با او موافق هستید. بایدن این را هم گفت که امیدوار است سوالات مربوط به درستی و اعتبار سیستم انتخاباتی آمریکا برطرف شده باشد. سیستم انتخاباتی صادق است، شفاف و عادلانه است. میتوان بالایش در پیروزی و باخت اعتماد کرد. دومین مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب به تاریخ 20 جنوری سال 2025 میلادی برگزار می شود. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.